باز کنید. تو رو خدا، تو رو خدا باز کنید در. بچه‌م داره میمیره. میگم خواهم مجبوری راز دیگه ای نداری. باشو عزیزم به بچه من دست نزن. خوبی ماما؟ برونت برو چیزت که نچود. سلام آشان رو تو اون ور کن، رو تو اون ور کن که به مرغ من نگاه نکنی تخ نمیکنه با شو میدیمسته گردن مرغ منو. همه چی دیگه تموم میشه؟ آره منم میگفت هر کس بره پیش این پیره زنه کارشو میزون میکنه. میزون آم منم میگفت میزون؟ میزون دیگه چیه؟ آقا خدا بیامرزم هر وقت میخواست بگه یه کاری درست میشه و میگفت میزون میکنه. آقا خدا الفاتحه. اللهم صل علی محمد. هنوز نرسیدی؟ فکر کنم رسیدی. حسین بیا برگرده. اومدم. ها چیکار داری؟
اومدیم برا دوستم دعا بگیریم. پول داریم؟ چی کار میکنی؟ پولم تو جیب این شلوار زیری همین. به خدا راست میگم. وایسین تا صدات میکنم. حسین من میترسم. دختر به این خوشگلی که درس نداری. چی کار داری؟ اومدیم برای دوستم دعا بگیریم. همه میگن شومی. خودش زبون نداره؟ زبون که فکر کنم داشته باشه. داره زبون. اسمت چیه؟ والا. اسم ننت چیه؟ نمیدونم. یعنی بی صحابی؟ منو اوستا بزرگ کرده. خسرو خان. نن آقا ندارم. اینو نصف شب میبریم توی قبرستون خاک میکنی. بله. میگم بیبی نمیشه صبح بعد از ناشتا بریم خاک کنیم گشنه نباشیم؟ وقت سوسک میشی. سوسک میشیم. باشه. میگم بیبی من برای خودم نمیگم. من ببین من برای این میگم. این ترسی براتره خماورد پشت دلیر جوان. زمانه سر آمد نبودش توان. زدش بر زمین بر به کردار شیر. بدانست که او هم نماند به زیر. سبک تیغ تیز از میان بر کشید. بر پور بیدار دل بردارید. سهراب وقتی پهلوش به وسیله خنجر آبدار الماسگون نریمانی دریده شد بانگ برزد گفت دریغا که رنجم نیامد به سر. ندیدم در این هیچ روی پدر. کنون گر تو در آب ماهی شوی و یا چون شبن در سیاهی شوی بخواهد هم از تو پدر کین من. چو بیند که خشت از بالین من. از آن نامداران و گردن کشان یکی هم برد سوی رستم نشان. رستم وقتی اسم خودش رو از لبان این جوان تورانی شنید بانگ برزد گفت بگو تا چه داویز رستم نشان. که گم با نامش زگردن کشان. جهان پهلوان حسین. حسین اسم رو شنید. دیدی گفتم دنیا جلوی چشمش تیره تو باز اینجا رو شنید گریه کرد. گفت چی کار کردی؟ گفت فرزند. آره دیدم. تو نامت چیه؟ گفت من سهرابم. گفت سهراب کدوم پدری حاضر میشه فرزند خودش رو به دست خودش بکشه؟ سهراب گفت مهره ای را که به مادرم تخمین بانو داده بودی از بانویم باز کن. پاشو جان پهلوان. اسقا انگار اینجا هم که خبری نیست. این پنجمیه بهرام.
من نمیدونم این همه طلا میذاریم چرا هیچ چی توش گیر نمیکنه. منم تو همین فکرم. چرا تو این همه مدت نتونستیم یه پرنده شکار کنی؟ باید سر در بیاری. این آخریا محکم ترش کن. آره همینا. برزو اینجا رو نگاه کن. آوسه اینجا چی کار دارید؟ نبینم بیای سراغ طلاهای ما. آی به خدا ما رفته بودیم این درخت رو آب بدیم. آبش بدیم. حال نداریم. از حالا دارید کجا میرید؟ الان داری میری؟ هیزم جمع کنی. هیزم جمع کنی. هیزم جمع کنی. از وقتی این پسرهشون پاشو گذاشت تو این جنگل چشش به کارا کاسبی ما افتاد من پام شکست. شما هم دیگه کاسب نبودید. تو چرا اینقدر نگرانی؟ بیا بشین. مرد پاشو برو ببینیم پسر کجاست. الان حکومت نظامیه. من نمیفهمم تو چرا اینقدر مضطربی؟ ساعتو نگاه کردی؟ الان حکومت نظامیه. این پسر هنوز نیومده خونه. کسی با اون کاری نداره. اون پسر منه. من نگرانم. دیر وقت شده هنوز نیومده خونه. سلام. سلام شازده. کجا بودی تا این موقع شب؟ نگفتی ما نگران میشی؟ رفته بودم با سهراب درس بخونم دیگه. که رفته بودی درس بخونی؟ پس کتابات کو؟ کتابم؟ دروغ. باشه باشه شما ببخشش. بودو برو تو اتاق نزدیک بودم سر شب خونه بیا. دیگه به من دروغ نگو. مگه من صد بار به تو نگفتم وقتی من نیستم اینجا رو ول نکن برو بیرون؟ آخه اوسا پول چاییو نداده بود. خب نده. تو به خاطر یه نفر ده نفر رو ول کردی؟ ببخش. میگم اوسا اسم ننه آقای من چیه؟ این چرا اینقدر کثیفه؟ مگه من صد بار بهت نگفتم اینه با آب کف بشور؟ به خدا با آب کف شستم میتونی خودتون بیان ببینی؟ کف سفیدیه آبم پاکی. حتما دستت کثیفه. قبل از کار دستتو با آب صابون بشور. آخه اسم ننم؟ سلام اوسا. چه خبر؟ هوا بیرون خیلی سرده. یاد اون سال افتادم که بهمن اومد. عجب سالی بود. نه دیگه به اون حد نمیشه. اون خودش یک دورانی بود. کجا بودی؟ ما؟ گاوه تو طویل انگشتگی مر بده بوری بودی خاک منو سرت کنن. مام کجا بودی؟ رفته بودیم به چرخی. غلط کردی؟ چه چرخی دنی؟ آیسا همینجا ببینم بزنم در بوده آقونتون کنم؟ دوباره این زن افتاد به جان این دوتا بچه. بهتون میگم کجا بودی؟ آه زلیل مرده ها یه چیزی بگی؟ چه کارشون داری؟ برای چی بچه ها رو میزنی؟ اگه میخوای بزنی بچه خودت بزن. مگه اون بی صاحبه؟ خب اگه صاحب داشت که این شکلی نمیشه. چیکار کرده؟ صاحبش منم بگو. بیا برو بپرس ببین کجا بودن تا حالا.
کجا بودین حالا؟ رفته بودیم ده بالایی دنیا رو ببینیم. چه غلط ها؟ تو جلو پات نمیتونی میزون ببینی، رفته بودی دنیا رو ببینی؟ حالا به برو کافه مشتری داریم، بودو بینم. چشم اوستو. ننه حسین تمومش کن. غلام، غلام، میگم غلام، میگم یه وقتی مرده ها بلند نشن ما رو بخورن. خره مرده ها که زنده نمیشن. زنده نمیشن، زنده نمیشن. میگم پس بیا از این ور بریم اون ور. آقا خوابیده، آقا گناه داره تو سر ما خوابیده، بیدار نشه ما رو ببینه. آقا، آقا خوابیده، آقا. حسین باید بریم دود خاکش کنیم، الان اوستا بیدار میشه. میفهم من نیستم. میگم قولم، منم یه کاری کردم، منم یه بالش گذاشتم جا خودم که ننه نبینه که من نیستم. میگم قولم، اگه آقام بیدار بشه بره به خواب ننم چی؟ وای به ننم میگه که من نیستم. وای وای کاش بیدار نشه آقام، بره به ننم میگه من نیستم. وای فقط زود بریم. الان مشکل بیدار میشه. میگم غلام، من میدونم ما آخرش امشب میمیریم. حسنی میگو مشیعی ها شبا با مرده ها حرف میزنه. اگه بره با آقا حرف بزنه چی؟ بلند شو بری، بلند شو. باشو باشو بری مونه باشو اگه خواب یا نه. حسین ها باید همینجا خاکش کنی. همینجا خاکش کنی؟ آره. میگم غلام همینجا میخوای خاکش کنی؟ آره همینجا خاکش میکنی. غلام همینجا خاکش کنی. آره داری چی کار میکنی؟ چه سوراخه؟ افتاده سوراخ. خاک بر سرت. خب سوراخ بود، غلام افتاده. حسین من این همه بدبختی کشیدم واسه اون طلسم. میگم غلام حالا که افتاده یه موقع بیبی ما رو سوس نکنه. بیا بریم پیداش کنیم. بله میگم غلام فکر کنم مشیحی ها الان بیدار شده. خب آقام هم از اون دنیا زنگ زده، برم ببینم چه کار داره پشت تلفن. من وقت میام بعد تو برو. باشه خدا حافظ. حسین بیا بریم. بیا من میترسم. حسین پس کجاست؟ میگم فکر کنم همین جا بود. خب بگم بگم بیدار شد. وا یکی اومد، یکی اومد. جوده عشقی تویی؟ این تو پاره شده، اونم با چاقو. اینم همینطور. من میدونستم کاریه که برزوبت هم گفتم گوش نکردی. لارم میگم آقا یکی شبا میاد نارا پاره میکنه. کار خودشونه. شما اینجا چی کار میکنید؟ شما اینا رو بکرید؟ به خدا احمقا، میدونستی چقدر پول اوناست؟ خب اونا هم دلشون میخوان برن پیش پدر مادرشون. اصلا مختصر تو اگه پدر مادر داری که از یه حرفا میزنی؟ ببینم نبا نبا
بازو بازو و هیچ کاری نکرد مالش بازو میرم بازو گلو بازو محشن بزن جناسنگ به خدا و هیچ کاری نکرد چه خبرته مگه سر آوردی؟ تحویل یا چطو؟ ای خاک به سرم کیم برم سر تا برده؟ چرا یا چی به این بچهت نمیگی؟ چی میگی تو؟ اگه باباشم بود باز از این غلطا میکردی؟ بیشتر از این حقش بودم میکشتمش اگه بدون این مدت چه بلای سر ما آوردن؟ این همه حیوانم این مدت اینا بل میکردن واسه میگو بینم آره خب میآوردی خونم میخوردی نده یادم رب شب بیارم آج بر سرت کنم شیشم بیارم من تا خسارتم اگم هیچ جنم میرم چه خسارتی برو پیکار دبینم خسارت کارم رو بگو چی کردی عف بزن این نمیبرد نده این چی میگه این شوم کسافت همه چیزی رو سر اینه تو میبردی قهوه خونه آره نگو لاد شدی؟ عفو بزن این نمیبور ننه ما خودمو بلشون کردی گناه خاک برو سرت کنم یه برو تو ببینم آمون خسرو کیه پسر؟ دارن حسین و غلام رو میزنن میزنن؟ بریم آره همش تقصیر اینه این که عقلش به این چیزا نمیرسه کی میگه عقل پسر من به این چیزا نمیرسه عقلش از همه شما بیشتره پس همش تقصیر توه بگو خرگوشا رو چیکار کردی نکنه بردی فروختی آره جیباشه بگر فروخته باشه پولش تو جیباشه نیست که بگو چیکار کردی بهت میگم بگو چیکار کردی به خدا ما فقط ولشون کردی برن گناه داشتن ای خاک برو سرت کنن اره همین یکی میگن خونه چلی دیگه خب میرفتی میفروختی باشه بعد میرم آخه حیوان زبون بستی که فروختن نداره چی گفتی؟ بزنم دهن دونتو تو دهنت خوب کنم بازم زورت ضعیفتر از خودت رسیده اوستا شاگردتو جمع کن امروز سورامن رو پاره کرد فردا معلوم یاد دیواره کی بره بالا بچه بیبوت هست دیگه این بیبوت نیست بچه منه من بزرگش کردم فهمیدی؟ زدی اوستا ولی یادت باشه برزو بیبریم بعد زور بیا قهوه خونه هرچی خسارت ایبونات میشه بهت میدم ببریم پسر به من بگو ببینم تو برای چین تله ها رو آزاد کردی ها؟ آخه اوستا همشون بچه خرگوش بودن بودو بودو مبارک بودو نشانه مبارک میگم غلام اوستا خیلی دعوات کرد ها؟ ننه خیلی زدت خب ننم گناه داره ننم اگه منو نزنه شب گریه نکنه و بگه از شام خبری نیست چی کار کنه ننم گناه داره هرچی هم باشه و ننمه گناه باش منم ننه داشتم از شب منو بزنم و بخص کن آقامه آقامه ها نگاه کن اون آقامه همون که کلا نمدی سرشه با تومون دبیتا اون آقامه ببین اون آقامه ببین ویژی رد شد نگاه کن ویژی اون آقامه درست میشه خواهد الان زنای همسایه میان ببیننت خیلی خوشگل شدی برید پیش احمد حکیم دست شفاست نه این بچه گرمی شده که شاش بند شده
یه خاک شیتوخ شربت چیزی بهش بدی خوب میشه. گرمیش شده؟ بله. نه بابا، کار از این حرفا گذشته. بچه شکمش باد کرده. شکمش رو مدام ماساژ بده، تبش رو بیارین پایین، دور و همچه براش نوشتم همش رو بهش بده، انشاءالله بهتر میشه. با گریه و زاری که درست نمیشه، بعد یه فکر دیگه ای بکنی. آخه چطوری؟ من که بلد نیستم. من بهت میگم. آی سیاه کجا مونده؟ یا حسین ها ایش که معلوم نیست این پیره مرده چرا با ایش که حرف نمیزنه، اونم مثل من معلوم نیست از کجا اومده. میگم غلام، من میگم یه موقع از ور آقا من اومد، شاید از اون بر اومده باشه، شاید هم نیومده باشه، اما بالاخره میفهم از کجا اومده. باشه برو برای ننت که دیگه تا الان داره دنبالت میگرد. باشه میگن غلام، ننم که امشب رفته ور آقا، بعدم همیشه میگه من میخوام برم پیش آقا تا از دست تو خلوته راحت بشم. من که هیچ جا رو ندارم برم. خرگوشه را آزادش کرد؟ آره دارم میبینم. پس این همه حیوانا را آزاد میکرد. الان صدا مونو میشنوه. صدا مونو میشنوه. چطور؟ ناراحتی؟ استا چیه؟ حال شاگرد خوب نی؟ مگه مردم دل میذارن که حالش خوب باشه؟ این بچه که کاری به کسی نداره، بچه که پدر و مادرش مشخص نیست کیه؟
حروم یا حلال. چه حرفی مشتی تو داری میزنی؟ از روزی که اینو برداشتن آوردم پشت این در قهوه خونه گذاشتن، من مثل بچه خودم بزرگش کردم، نون حلال بهش دادم. مهم نیست از کجا اومده، مهم اینه که چه نونی خورده. پاقدمش برای من خیلی خوب بوده. حرفای مردم هم برای من اصلا مهم نیست. حسین، دنبال چی میگردی؟ غلام. برو سر جای همیشگیش، اونجا پیدا میکن. میگم غلام، ولشون کن، مردم همه چیز میگن. ننم هم به هم میگه، میگه تو رو خدا شفاعت بده. ولی من که دستام خوبه، پاهام هم چه خوبه، فقط جورابم پارست. خب خدا جورابم هم پارست بونه. تو خوبی؟ ها منم خوبم. خدا رو نگاه میکنم، ماهی ها را نگاه کن. خودم سلام، خسته نباشی، سلامت باشی، تو خوبی؟ من هم خودم. میگم خودم نون میخوری؟ نون هم نمیخوری؟ خودم بخورم. حاج آقا سلام، شما این پسر رو من رو ندیدی؟ برو به سلام. میان بیرون از خونشون درخت ها شکوفا شدن. حسین اینه چیه دستت گرفتی؟ گل گرفتم، گل گل. اینو بده من پرپرش کنم. اینا اگه پرپرش کنیم اون موقع دیگه گاو موشی نمیده. میگم غلام، فکر کنم رفت دستشویی. دستشویی که آب نداره، این چطوری میره دستشویی؟ کجا رفته؟ من چرا نمیاد؟
وایسه ببینم. شما پسر من ندیدی؟ حسین؟ حسین خلو چله پیداش میشه از جایی پاشه چی رفتی کنه؟ چل خودتی؟ وایسا شما اینجا چی کار میکنی؟ آقا ما داشتیم رد میشه آی! فک! فک! گلام کاش! گلام کاش! فک! شما اینجا تنها زندگی میکنید؟ کجا با این عجله؟ بیا صبحانتو بخور. سلام، صبح بخیر. سلام پسرم. نه با برم دیرم شده. حداقل یه لقمه رو بخور بس. برو. خدا. اینجایی؟ تو که میدونی من از این مهمونه یه جا خوشم نمیاد. تو کی میخوای درست بشی؟ یعنی همه جا باید آبرو منو ببری؟ این از خودت، اونم از اون بچه که تربیت کردی. هنوز آداب معاشرت با مردم رو بلد نیست. بچه؟ تو اصلا میدونی اون الان چند شب خونه نیومده؟ نباید بری ببینی کجاست؟ کجاست؟ حتما دنبال اون رفیق بدتر از خودشه. بابا شما اصلا ذاتن اون مولین. شما رو چه به مجلس و مهمونی و دوره همین؟ ای بابا من برای چی میگم؟ پاشو بیا پایین بده مراحت منو بکن. اجازه بده امشب زندگیشه بریزم به هم و تاق این خونه رو سرش خراب کنم. عاشق وقتش. لب تر کن تا همین امشب سرش رو گوش تا گوش ببرم و بذارم رو سینهش. نایب خان تیمور عجله نکن. خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. امشب وقتشه، فقط کافیه بتونی تو این حالت امضا رو ازش بگیری. بعدم بلا فاصله من امضا رو پاش میزنم. افتاد؟ اگه خبر نداره که بچه جزو خرابکار هست. اون همیشه بی خبر بوده.
حتی نمیدونه کی و چه جوری پسرش وارد خلافکارا شده و باهاشون همکاری داشته. بالاخره باید تاوان مرگ برادر من و شما رو بده تا وظیفه شناسی از یادش بره. در چه حالی قاضی جوان؟ عرض میکنم خدمت جان. میشنوی؟ نه خیر. نگفتم. امشب مثل که شب من نیست. ببین هر جور شده به هر نحوی امضا رو ازش میگیری. خب اصلا بگو راننده دادستان دم دره، میخوام برگشتی امضا پای این برگه باشه. خب شک نکن، کارم خوب بلده. ببینم چی کار میکنی. یعنی آخر عمرش آقا داشتید حرف میزدید. خواب چی میگفتم؟ دیگه میتونی بری خونت، حتما پدر مادرت چشم به راهتن. من پدر مادر ندارم. شب کیو میخواستین اعدام نکنن؟ تو خواب میگفتین. دیگه چی میگفتم؟ چرا حرف نزدین تو حالا؟ سر کجا مونده پس؟ ای خدا. قلامه قلام زنده است. بیایی بر که بریم نخورده.
پس چرا تنهایید؟ دیدی رفت تبر آورد الان میخواب بگوشدی تو چی از جون من میخوای؟ دارشون بخم یکی بود الهی من قربونت برم دلم میخواد چش از این پرونده بپوشی ندیدش بگیری باور کن این بچه اهل اعلامیه با این صحبت ها نبوده گولی زدن زیر پاش افتادن قول بهت میدم که از این صحبتاتی که ما نداشته باش قول مردونه بهت میدم این صحبت رو جمعش کن این هم سبل که چکیز قابل شما را نداره سفید موره جناب آقای نایب خودت خوب میدونین من برای دوستیمون و شخص خودت خیلی احترام قائلم زنده باش ولی تو این پرونده خاص دستور از دربار اومده دربار میفهمی که خیلی دلم میخواد کمک کنم متاسف نایب جایی نمیره که نمیشنمه کار نکن که دودش تو چش خودت و خانوادت بره بالاخره باید تاوان مرگ برادر من و شما رو بده تا وظیفه شناسی از یادش بره من کشتم کسی با اون کاری نداره اون پسر منه من کشتمش پسرمو من کشتم تصمیم گرفتم خودم رو سر به نیست کنم دیگه نمیتونستم تو چشمای زنم نگاه کنم باید خودم رو تنبیه میکردم دیشب خوش گذشت؟ بد نبود این پرونده های امروزه با اجازه آهان اینم صبح آوردن گفتن دیشب امضا کردی دیشب؟ بله با اجازه
الو، اسامی ادامیه امروز صبح میخواستم. مرتی که یه احمق، تو فقط اسامی ادامیه امروز صبح بگو. بجمانه خفشو احمد، خفشو سر من بود، سر من بود، نه دیا اون به سر من بود. خواهی نکن که دودش تو چش خودت و خانوادت بره. یهو چشم وا کردم دیدم اینجا شادخونه زندگیم، شما باید برگردید. شاید پسرتون اعدام نشده باشه، اصلا شاید اشتباه شده. چی شده پسر؟ سلام استاد. تو کجا بودی؟ من همه جا رو دنبال تو گشتم. این چه بلایی سر خودت آوردی ها؟ خوشبختانه به خیر گذشت. خدا رو شکر. آقا بفرمایید. عجب این همه قاعده شما بود. پس که پیش شماست غلامو میگه. من هم پدرش بودم و هم مادرش، از زمانی که قنداقه بود آوردن گذاشتن پشت در این قهوه خونه تا اینکه اون برف لعنتی اومد. اهالی این ده رفتن زیر اون برف مردن. پدر حسینم رفت کمک بکنه که اونم مرد. بعد از اون هر موقع مردم این بچه رو دیدن گفتن پا قدم شومه، بده. انقدر حرف زدن که من مجبور شدم بشینم فکر کنم که این بچه رو بردارم از این ده برم، ولی نتونستم، نمیتونستم این کار رو بکنم. سیگارتو بکش. من نمیفهمم، شومه، نحسه، دوره این حرفا گذشته. اتفاقا غلام خیلی پسر خوبیه. آره خیلی مهربونه، خیلی مهربونه. اوستا غلام رو کش، اوستا غلام رو کشته. همین غلام رو کشتش، غلام رو کشتی ها، خیلی غلام. وای تو نمردی؟ نخوردت؟ سلام، غلط کردم، با خودم بودم. خیلی زحمت کشید. کاری نکردم. قربان شما. خب آماده شو بریم.
اول بذار پات خوب بشه، بعد هر جا خواستی میتونی بری. منتظرتم. خداحافظ. خدا نگهدارش. کجا بودی؟ پیدا شدی؟ آی چی شده؟ نگفتم کار دست خودتو میدی؟ این ذلیل مرده هم که همش جیم میشه. کجاست؟ ندیدمش. سلام. سلام اوستا. خوبی ننه حسین؟ نه والا پسرم نیومده. برو خونه، هر جا باشه دیگه پیداش میشه. راست میگی؟ باش تقصیر این زن مرده هست. خدا ازت نگذره. بیا بالا، بیا بالا. صد بار به تو گفتم این پیر زن اینقدر اذیت نکن، فهمیدی؟ اذیتش نکن، برو خونه. برو بریم تو. ببین خون تازه است، باز کاره کی میتونه باشه؟ چند روز ولتو کردم. آه من میدونم کار کیه. اینم که رد خونه، قبلا نبود. کی اونجاه؟ بیا بیرون. بیا بیرون تا این تیر حرومت نکردم. گفتم بیا بیرون. من حسین تویی؟ اینجا چیکار میکنی؟ پس بگو توی که این مدت حیوانا رو از طلا فراری میدی. خوابه خوابه، چی رو شلوغش کردین؟ من خودم میزون یه تن حریف همه تونم. اومدم برم قبرستون با شما ها چی کار دارم؟ قبرستون؟ اینم این وقت روز از این جاده؟ ببینم گوشام درازه استدا نداره که اینجوری حرف میزنی. هر دو ننوسه احترام خودتو نگردار. اصلا به تو چه؟ مفتشی یا مامور جنگلبانی؟ چه خری هستی به من گیر میدی ها؟ شلوغش نکن ضعیفه. راست میگه. مثلا چه غلطی میخوایم بکنیم؟ برو سر تفنگ تا بگیر پایی. باید سر ازت بینم. برو اونور. بیا اینور. برو زن. نناسه. ننه حسین تویی؟ کی اونجا نشسته؟ ننه حسین تویی؟ نه بابا، ننه حسین که این شکلی نیست. فکر کنم جن. برو چقدر حرف مفت میزنی؟ جن کجا بود؟ دیدی گفتم جنه؟ برزو؟ ببند دهنتو. آدمیزاد بود، میخواست نشناسیمش. بیان بریم بچه ها، بیان بریم. آی آی بام آی. تو اینجا چیکار میکنی؟ اگه نگفتی میرم قبرستون. آی بام. پس تویی که طلا ما رو نابود میکنی. آی بام. تویی که نمیذاری ما کاسبی کنی. برو با شکایت بچهشو به کی میکردی؟ شهادت خودش اینجاست، حقته، بمون تو تله. اصغر گناه داره، بذار تله شو باز کنی. اگه بره به جنگل بولی میگه بیچاره مونی تو. نمیخواد بذار اینقدر تله بمونه تا بمیره. شما تو تله سگ چه چیکار میکنی؟ اومدی بیایی بونه ایزن بست بزن. ای بی پدر و مادر، از کار تو بود باز. چی کار داری میکنی؟ بی غیرتا اصلاحی برای به این پیر زن میکشین؟ برای دو تا بچه اگر مردین، اگه غیرت دارین، بریم با دشمناتون بجنگین. فهمیدین؟ قمچین حرف نزن. تو چه کاری؟ من همه کارم. تو هیچ کاره هستی؟ مردی که برو ببینم دوباره کارت. غلام حسین اون پیرزن رو ببریم بداری بالا. هیچ کس از جا تکون نمیخوره، فهمیدی؟ من میگم. من میگم تو غلط میکنی. بکشون برای اینو.
احمد چه غلطی کردی؟ گم شو برید بچه ها. اوضاع خیلی خرابه، این چند روزه اصلا بیرون آفتابی نمیشه، مخصوصا تو. این کفتلارم هر جو شده رد و پدشم کن تا ببینم باید چیکار کنم. تو اینجا چیکار میکنی غریبه؟ بکنم آدم شکار شکار شکارچی های خسرو خواب چی میگه؟ شکاری نشونت بدم که دیگه هوس شکار نکنی. بودم اصلا شکار برون بر تکون نخورین. بکشش بکشش قاتل خسرو خان همینه. دفعه این گوشت خفه شو فسر. بکشش ما قاضی نیستیم. اگه نگفتی آدم کشی این نامردو بکشش بکشش. من آدم نکشتم. برو دنبال پلیس. گفتم برو دنبال پلیس. من میرم من میرم. بکشش. از جاتون تکون نخوره. این نامردو بکشش. خدا بیا مرده خسرو خانم، اگه بود با قرآن میفرستادیتون بریم. میگم غلام تو میخوای بری؟ آره واسه میخوام برم، آخه اینجا که هیچکی چشم به راه من نیست، همه هم از من بدشون میاد. من نمیخوام بری تو بری من تنها میشم بالا گناه دارم. بریم غلام. خدا خواست آروم بگیر سر، آروم بگیر. خلام رو بسه تو که تنها نیستی، من هستم. میخوام خلام رو برو بشی همینجا و با آقا میخوام حرف بزنم. برو. سلام آقا. خوبی آقا؟ قلام هم دیگه رفته، التماسش کردم که نره، گناه داشتم. مگه نمیبینی من با آقام دارم حرف میزنم؟ اینو تو پیداش کردی؟ این مال غلامه، همون که بیبی داده بود. بیبی میخواد غلام شون بمونه. حالا خودم امشب میرم خاکش میکنم. آره آقا کاری نداری من برم. بیا بریم با هم. بریم خدا حافظ آقا.
بابا پسرم رو جاز بدیم یه نفر تو ماشینه پسرم رو جاز داره میسوزه خلو پسرم رو کجا میری یه این من پسرم ابراهیم خدا یا ما رو گذاشتی و دیمچه هنوز تو فکر تصادفی؟ پسر خود چه خدا گرفتی؟ یاد یه کسی افتاده ببخش دا ببخش بچه هست چکار میکنی زن این بودی؟ پسنش بچه هست سلام بفرمان چه فرماش داشت سلام های صابر سلام آقا آقا خودتونی شما که زنده این شما آقا خیلی خوش اومد فداتون بشم دورتون بگردم بفرما بار سنگینی از دوشم برداشتی دست درد نکنه خواهش خواهش مای صابر جانه خانوم کجاست؟ جونم واسهتون بگه از بعد اون اتفاق خانم دیگه نتونستن توی خونه بمونن با میلی خودشون رفتن آسایشگاه آسایشگاه؟ بله من باید برم آقا امروز نمیتونین بری مجزو بر منو ببرم جا امروز نمیتونید برید قرار بوده امروز برم گردش فقط روم نمیشه تو صورتش نگاه کن اصلا منو میشناسه یادش بخیر اینجا رفته بودیم دریا اینجا هم خودتونی؟ خانم خیلی پیر شده چی بگم آقا
خوب نگفتی این همه سال آقا کجا بود؟ توی جنگل کنار روستای ما. تو جنگل؟ خدا آخر رقابت اونو بخیر کنه. مشتی؟ جانه شما زن و بچه نداری؟ ای بابا زنم چند سال پیش از این عمرش داد به شما، بچه هم که خدا نخواست. منم تو جنگل این خونه همیشه منتظر بودم که یکی میاد و من این خونه را همون جوری تحویلش بدم. آقا خانمتون. ندیدی؟ نه ندیدی. بفرم بفرم. ندیدی خانم؟ خدافز برای همیشه.